Спонсори и видео 1xbet. Букмекери бо эътимод, бо коэффициентҳои баланд. Ссылкаи бозиро метавонед дар описание ёбед. Дар он регистрация кунед ва бо промокоди майдон ғолиби 5000 рубл шавед. Ҳамада салом дӯстон, шумо дар канали майдон тижи қарор доред. Оё бозии Тоттенхэм ва Манчестер Ситиро тамошо кардед? Биёед каме дар бораи ин бозӣ гап мезанем. Рафтем. این دویومین بازی سفید پوشان در سادیون نوشان می باشد و اولین بازی در لیگه چمپیون ها. در این دو بازی دسته یگان گل سر نداده است. Тоттенхэм بازی هایشان را در میدان نو پربرار سر کردند. با فکر من این یکی از بهترین سادیون ها در جهان می باشد. بیان گوش میکنیم ستلینگ پیش از بازی در این باره چی گفته بود. سادیون نو خیلی کلان است. این چونین خیلی زیبا. خرسندم که در این گونه استادیوم بازی میکنم. درباره این میدان بسیار شنیدم و اکنون این را در حیات دیدم. گفت استرلینگ. گفته نمیتوانم برای چی امشب Тоттенхэм غالب شد. استادیوم نو، تاکتیکای پاچتینو یا اینکه تشنه ترافی بودن. دسته در حقیقتا بهترین بازیشون نشان داد. Тоттенхэм هم در حمایه خوب بازی کرد و هم در حمله. کامیراهای وار با منچستر سیتی امکانیت دادن که حساب بازی را عوض کنند ولی اگویرو پنالتی را زده نتوانست. بخت برای سیتی نخندید. عموماً اگر درباره این بازی کوتاه کرده گپ زنیم دیروز روزی حملگران نبود. اگویرو پنالتی را نتوانست و در دویوم تایم عوضش کردند. آخری کم باشد تراوما گرفت و ممکن دیگر در این سیزن بازی کرده نتواند. در این بازی کی خود را خوب نشان داد؟ البته سون خینمین. نمیدونم پاچتینو با او چی گفت ولی او حمایه چپ سیتی رو فقط میگذاشت. خاطررسان میکنیم که در آنجا دلف بازی میکرد و گل غالیبی رو مخصوص بعد گذاشتن دلف زد. همین تر بازینگر کاریاگی تصدیق کرد که اگر کی نباشد مخصوص او لیدری حمله Тоттенхэм میشود. ادلف باشد تصدیق کرد که برای چی در سستف اساسی باید ساشا زینچینکا بازی کند. از همه چیزی نامعلوم در این بازی برای چی گواردیولا تنها از 89 دقیقه زمینه کرد. مارس تماما بازی کرده نتوانست. او وقت سنه و دبرونه به میدان برآمدند اون وقت کمتر بازی سیتی بهتر شد ولی اون وقت علاکه دیر شده بود. نمیدونم گواردیولا برای چی اونها رو بر وقت‌تر ندار آورد. خلاصه بیایم با سخنهای سون بعد بازی گوش میکنیم. همچون دسته ما هیچ وقت دست به اون نمیکنیم. ما 90 دقیقه مبارزه میبریم. ما خیلی خوب به این بازی تیاری دیدیم و این غالبیت رو ارزنده هستیم. با من این استادیوم محخول است. بازی در این میدان یک حلاوت است و من خیلی منت دارم برای این امکانیت. گواردیولا بعد بازی کوشش میکرد رو افتادگیش رو پنهان کند. سال گذشته بازی زید لیورپول از این بدتر بود. امروز غیر از یک چند حمله رقیب بازی رو موی دوره کردیم و بازی نه اونقدر بد نشان دادیم. بهتر میشد اگر گل میزدیم. رو افتاده نیستیم. حالا بازی جوابی ما رو انتظار است. کمی درباره استاتیستیکا گپ میزنیم. لوریس قان شزند. این سال از 3 پنالتی هر 3 رو گردون. سیتی اولین بار در 8 بازی لیگ چمپیون ها بوی داد. خری کین باشد در 3 سال اخیر 5 بار می شود که بوجیل پایش رو آسیب داد. این سومین بازی است در این سیزن که منچستر سیتی با دروازه رقیب گل زده نتوانست. با همین تمام دوستان لایک مون اگر این گونه ویدیوها با شما محقول باشد و حتما در کانال ابنا شوید که از خبرهای مهم و شوقوار فوتبال قفو نمانید. با شما بود میرزا گیروف. خیر.